برای صحبت بیشتر در این باره سید علی شریفی نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت با ما همراه هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای شریفی نژاد، در اردوگاه الهول چه می‌گذرد که نگرانی مقام‌های عراقی را برانگیخته است و منظور مقام‌های عراقی از نفرت پراکنی توسط ساکنان این اردوگاه چیست؟ من با تفکر از مفتدن شما میرنگان عزیز شد. ببینید در اروپای حلول بحران های عدیدی وجود داره، مخصوصا تجمیع خانواده های مسلحین و تروریست های بنیانگرای افراطی که در اونجا هستن باعث شده که نگرانی های برای جامعه جهانی وجود داره بعد از بیانیه جدید داعش که تمام اعضا و گروه های خودش رو دعوت به عملیات گرگ تنها کرد و بعد از این خیلی جامعه جهانی نگران عملیات های جدید هستند و همین فشارهای عدیدی رو به عراق میارن که تکلیف بزرگترین اردوگاه خانواده های این گروه تروریستی رو تعیین تکلیف رو کنه. برای همین بهترین راهکار این راهکار رایج شد، ولی متاسفانه بعضی از کشورهایی که خیلی اعضای یعنی خیلی از ملیت های اونها در اون اردوگاه هستن از پذیرش این سر باز میزنن و همین یه نگرانی های ایجاد می‌کنه که آیا این خانواده ها برمیگردن یا خیر، چون یه دو تا اردوگاه در شمال سوریه هم اتفاق افتاد که باعث فرار خیلی از اعضای دستگیر شده داعش در اردوگاه شد. نگرانی ایجاد که شاید این خانواده ها بخوان فرار بکنن و داعش دوباره شکل بگیره. بله، راهکار منطقی برای حل دائمی این مسئله از نظر شما چیست؟ راهکار دائمی من نظر نمیتونم، ولی آنکه صاحب نظران و متخصصین راهکار میدن اینه که اول مسئله حمایت های بین المللی که از این اردوگاه ها میشه اول حل و فصل بشه و مسئله بعدی اینه که باید تکلیف داعش و گروه های بنیادگر راست افراطی همچون اخوانی ها باید اول مشخص بشه و بعد به نتیجه نهایی بکنه محاسب بشه. ممنونم از شما سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت.